رهایی‌اش زندانی طالب از سوی پاکستان کشته شدن یک زن از سوی شوهرش در زندان ولایت سمنگان انتقاد از زمانگیری بودن پروژه های جاده سازی در شهر کابل آزمایش موفقانه دو موشک از سوی ایران و کاهش صادرات میوه خشک کشور. سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 12 ماه جدی سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با اول ماه جنوری سال 2013 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سفیر افغانستان در پاکستان رهایی‌اش زندانی طالب را از بند حکومت پاکستان تایید می کند. وزارت خارجه پاکستان نیز رهایی این زندانیان طالب را به گونه رسمی می پذیرد و می گوید که ملا نورالدین ترابی وزیر ادله دبره طالبان و محمد اعظم نگهبان پیشین ملا محمد عمر در میان این رها شدگان هستند. در این حال مجلس سنا و شمار از اعضای شورای عالی صلح از رهایی این زندانیان طالب استقبال می کنند. دومین گروه زندانیان طالب از زندان پاکستان آزاد شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان رهایی این نش زندانی را به گونه رسمی تایید می کند و می گوید که در میان آزاد شدگان ملا نورالدین ترابی وزیر ادلیه دوره طالبان و ملا اعظم نگهبان پیشین ملا عمر نیز هستند. گفته می شود که ملا عبدالباری، ملا داد طیب، ملا داود جان و میر احمدگل نیز از آزاد شدگان هستند. سفیر افغانستان در پاکستان می گوید که پاکستان بعد از درخواست شورای عالی صلح زندانیان طالب را آزاد ساخته است. این گروپ ها اون زمانی که شورای عالی صلح به سفر بودن به پاکستان رها ساختند، حالا یک گروپ دیگر امروز اعلان کردن، دیروز اعلان کردن که یک گروپ دوم رها ساختند. اگر خواسته باشند که به افغانستان بیان، یقینا که میتونند به افغانستان بیان و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وظیفه داره که از وا مواظبت کنه، در اینجا برشان سهولت های لازمه به وجود بیاره. در این حال رئیس مجلس سنا از رهایی اش زندانی طالب از سوی پاکستان استقبال می کند. اما از شورای عالی صلح می خواهد که در مورد چگونگی رای این زندانیان معلومات دهد. طالب خوش اعلامشان از پاکستان اعلام می کنند چطور به کدام شکل اعلام می کنند. تعلق بخش کاری شورای عالی صلح هست، از من است. خب من باید من حیث نماینده بفهمم که چطور اعلامشان و به کدام جا میرن و از چطور استفاده میشن و تفاهم پاکستان و شورای عالی صلح در این رابطه چی بود، امرای بندیه چطور بود. در اینجا این پرسش به میان می آید که چرا پاکستان ملا عبدالغنی برادر یکی از چهره های برجسته طالبان را تا کنون آزاد نساخته است. په اوسنی حالاتو کې د طالبانو کې اهمیت ملا برادر تر نورو ډیر درلودی، هغه اهم موزه که چې هغه د تر نامدمره خونه را لاندې د طالبانو مشر و. گفته می شود که از میان 100 مقام طالبان که در زندان های پاکستان به سر می برند تا کنون بیش از 20 تن آنان رها شدند. حکومت افغانستان بارها رهایی زندانیان طالب را برای خوشنودی گروه طالبان درخواست کرده است، اما دیده می شود که آیا آزادسازی این زندانیان بر گفتگوهای صلح اثری خواهد داشت. نمایندگان طالبان با گزارنامه های جمهوری اسلامی افغانستان در نشست پاریس شرکت کرده بودند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی با اظهار این مطلب روشن نمی سازد که نمایندگان طالبان چگونه این گزارنامه ها را به دست آوردند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی می گوید که طالبان از حکومت افغانستان خواستند تا از ایجاد دفتر این گروه در قطر حمایت کند. کریم امینی گزارش می دهد. تا کنون روشن نیست که برای نمایندگان طالبان کدام دفتر گزارنامه داده است، اما سخنگوی رئیس جمهور تاکید می‌ورزد که نمایندگان طالبان با گذرنامه‌های جمهوری اسلامی افغانستان به پاریس رفته بودند. شما شنیدین از طریق مطبوعات که به نام طالبان گفته شد که ما با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مذاکره نمی‌کنیم، گویا که یا حکومت نمی‌شناسیم. اما همین افراد اشخاصی که به نمایندگی طالبان به پاریس رفتن با پاسپورت دولت جمهوری اسلامی افغانستان رفتن. سخنگوی رئیس جمهور کرزی روند گفتگوهای صلح را بسیار پیچیده می داند و می گوید که موقف دولت افغانستان در این روند قطعی نیست و می تواند تغییر بیابد. در حالی که طالبان همواره در خبرنامه ها و تماس هایشان با رسانه ها موقف سختی در برابر دولت داشتند، اما سخنگوی رئیس جمهور می گوید که این موضع‌گیری ها موضع‌گیری های رهبری طالبان نیستند، بل در چنین موضع‌گیری ها برخی از حلقه ها و سازمان های استخباراتی از نام طالبان استفاده می کنند.
کشورهای دیگه هم دخیل هستند، دستای پنهانی هم وجود داره، کشورهای دیگه هم هستند که در ارتباط دخیل هستند و خود نام طالبا یک نام است که این بعض وقت بعض افراد اشخاصی که واقعا نماینده اصلی طالب نمی باشند بلکه در گرو و یا در اختیار سازمان های استخباراتی هستند، به نمایندگی طالبا در بعض جای اشتراک می کنند و صحبت می کنند. در ارتباط به عملات انتحاری زمانی که از پیشان پرسیده شده که شما چرا به نام صلح و یا به نام مذاکره نماینده هایتان به افغانستان می فرستین که بازن پیام آور صلح انتحاری می باشه، جواب از وای بوده که کسایی که به نام ما میه به نمایندگی ما میه بالای همشان اعتبار نکنید، و نماینده های اصلی ما نیستن. سخنگوی رئیس جمهور تاکید می ورزد کسانی که به نمایندگی از طالبان به دفتر قطر معرفی می شوند باید شناسنامه داشته باشند. از سوی دیگر آقای فیضی می گوید که به منظور بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان در آینده نزدیک لندن میزبان نشستی با حضور رهبران کابل و اسلام آباد خواهد بود. این در حال است که در تازه ترین حملات موشکی و توپخانه پاکستان بر ولایت کنر دو زن کشته شدن و سه کودک زخم برداشتند. این موشک ها در بخش های از بلسوری سرکانین ولایت فرود آمدند. در این حال شمار از سناتوران می گویند که حکومت تا کنون ای تصمیم جدی بر از میان برداشتن این معضل نگرفته است. یما احمدی در این باره گزارش دارد. پس از آرامش کوتاه مدت در بخش های شرقی کشور، ولایت کنر بار دیگر گواهی حمله موشکی پاکستان بر بخش های این ولایت بود. پلیس کنر می گوید که در نتیجه فرود آمدن 12 موشک از خاک پاکستان، دو زن کشته شدند و سه دختر خردسال زخم برداشتند. در همین حال شمار از نمایندگان کنر در مجلس از خاموشی حکومت در برابر این حمله ها سخت انتقاد می کنند. پاکستان ما چی شو غواړي؟ هر چی چې راسه غواړي که مزور نرسې جو واره کما. ما به فکر د افغانستان حکومت د دې اراده نه لري چې پاکستان په مقابل کې ودرېږي او د پاکستان د دې حالاتو مخنیوي وکړي. دوه میاشتې نه کېږي چې بیا په دې شروع وکړه. دا یو نوې خبر دی، یو نوې غږ دی د پاکستان د خوانه چې هلته تاسو واورېدی چې هلته زموږ طالب بندیان هم پرون خوشي شوي او بیګا شپې په کونړ بیا دغسې یو حمله کړې. دا نو زه نه پوهېږم چې زموږ حکومت د دې دپاره اینده څه تصمیم نیسي. این حمله های پاکستان در حال دوباره از سر گرفته می شود که وزیر خارجه کشور دو روز پیش برای نمایندگان وعده سپرده بود که برای جلوگیری این حمله ها به گونه جدی با پاکستان گفتگو خواهد کرد. حمله های موشکی پاکستان از 1.5 سال بدین سو آغاز شدند و تا کنون در حدود 5000 موشک به خاک افغانستان فرود آمدند. این حمله ها تا کنون 13 کشته و 28 زخمی بر جا گذاشتند. مردی که به اتهام کشتن ستان در ولایت سمنگان زندانی است دیروز زنش را نیز در داخل زندان کشت. رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان با ابراز این مطلب خواهان سخت‌ترین کیفر به این مرد شده است و میگوید که این مرد با این زن که زینب نام داشت و 17 ساله بود 4 سال پیش ازدواج کرده بود. رفیع صدیقی گزارش می‌دهد. سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید مردی که از 3 سال بدین سو به اتهام کشتن مادر، خواهر 8 ساله و برادر 12 ساله همسرش در زندان مرکزی سمنگان زندانی است، به روز دوشنبه همسرش را نیز در داخل زندان سمنگان کشت. رئیس این سازمان ازدواج‌های زیر سن را یکی از علت‌های اصلی این رویدادها می‌داند و میگوید که عاملان این رویدادها باید به سخت‌ترین کیفر برسند. دغه قاتل سره چادر دی چې د چادر په ذریعه باندې دغه خپل خزه زندگی کړی ده او په قتل باندې رسول ده. نو په سمنګانو کې په مجموع کې په دې وروستیو وختونو کې دغه سي ورته پیخي ډیر زیات شوی دي. در همین حال فرمانده پلیس سمنگان با تایید این رویداد از نهادهای عدلی و قضایی می خواهد تا این مرد را به اعدام محکوم کنند. هر وقت مو خانمش می آمده، مادرش می آمده، دیدن می کردن. بگرد دمی جریان دیدن از یکی ها می خواستن یکی دیگه خدا ببینن. دمی جریان یادم سیاسر شد اسلام مظلومانه شهید ساخته و گرفته بودم باز القاوه ساخته. با قضیه فیلن زیر تحقیقات بررسی پلیس و سارانولی قرار داره. خواست ما از ارگانهای عدلی و قضایی است که رحم با این مردم مثل که مگه قانون با جزایش برست بده. سازمان حقوق بشر افغانستان نیز انگیزه اصلی بیشتر خشونت ها را در برابر زنان در کشور ازدواج های زیر سن می داند و از رئیس جمهور کرزی می خواهد تا فرمان صادر کند که بر بنیاد آن ازدواج های زیر سن جرم پنداشته شود و هیچ کس نتواند این کار را انجام دهد. حکومت افغانستان نام های کسان را که در غصب زمین در کشور متهم هستند باید افشا سازد.
شمار از اعضای مجلس نمایندگان حکومت افغانستان را در کار جلوگیری از غصب زمین در کشور ناکام می‌دانند و می‌گویند که دولت افغانستان باید این موضوع را جدی بگیرد. از سوی هم برخی از سناتوران نیز از موضوع گیری های حکومت در برابر غاصبان زمین در کشور انتقاد می‌کنند. شریف امیری جزئیات را گزارش می‌دهد. غصب زمین از سوی زورمندان یک بار دیگر سر و صداهای زیاد را به بار آورده است. اما آنچه که موضع گیری های حکومت افغانستان در برابر غاصبان زمین گفته شدند نیز انتقادهای زیاد را برانگیخته است. غصب زمین ها هم یک معما نیست. مسئله بسیار زیاد پیچیده هم نیست. معلوم است احمد یا محمود غاصب زمین است. ولی احمد و یا محمود از قدرتی در دستگاه برخوردار است که اونا متاسفانه هیچ کس علیه از او عکس العمل نشان نمیده. غصب شدن اراضی دولتی و بعضی جاها اراضی شخصی مردم افغانستان است که از طرف یک تعداد حلقات متاسفانه غصب شده. ولی متاسفانه حکومت افغانستان به ادامه ندانمکاری هایی که داشت تا هنوز در این رابطه قدم موثری بر نداشته. اما در مجلس سنا هم چگونگی غصب زمین در کشور واکنش هایی را به همراه شده است. یک تعداد از وکلای ولسی جرگه هم در غصب زمین دولتی سهیم است، ولی حکومت کاملا متفاوت است. پیش از این دادستانی کل کشور شماره از مقام های بلندپایه دولت را در غصب زمین در کشور متهم ساخته است. هرچند طلوع نیوز در آن گزارش به اشتباه در غصب زمین از رهبران جهادی نام برده است، اما دادستانی کل کشور شماره از فرماندهان جهادی، مقام های بلند پایه حکومتی و نمایندگان مجلس را به غصب زمین در کشور متهم ساخته است. زمانگیر بودن پروژه های جاده سازی در شهر کابل بسیار مشکل آفرین شده است. یک گزارش طلوع نیوز نشان می دهد که تنها در سایه قلعه فتح الله شهر کابل بعد درازا کشیده شدن کار ساخت جاده ها کار بار چندین مرکز اقتصادی را تا نصف کاهش داده است. صاحبان این مراکز میگویند که آنان ناگزیر شدند به علت نبود مشتری بخش از نیروی کارشان را بیرون کنند. اما شهرداری کابل بدین باور است که در ساخت جاده ها نباید عجله شود، هرچند این نهاد زمانگیر بودن پروژه ها را نمیپذیرد. در این باره حسیب مودودی گزارش دارد. زمانگیر بودن پروژه های جاده سازی در شهر کابل از دیر زمان با انتقادهای همراه بوده است. ساخت جاده های فرعی قلعه فتح الله، جاده چهل ستون، جاده شاه شهید و جاده مکریان اول بیشتر از دیگر جاده ها زمانگیر بودند. هرچند از این میان بخش های از جاده شاه شهید و جاده مکریان اول به تازگی تکمیل شدند. و اما زمانگیر شدن ساخت جاده ها، اینجا قلعه فتح الله شهر کابل است. زمانگیر شدن ساخت بخشی از جاده های این صاحب به خوبی نمایان است. این جاده هم نمونه از آن جاده های شهر کابل است که کار ساخت آن بسیار زمانگیر شده است. در گرد و پیش این جاده خانه های مسکونی و چندین مرکز کوچک اقتصادی وجود دارند. مراکزی که فعالیت های آنها متاثر از بعد درازا کشیده شدن کار ساخت این جاده شده است. از روزی که کار سرک شده واقعا 50% سر کار ما تاثیرات منفی گذاشته. وقتی سرک به یه حالت باشه، وقتی که پارکینگ نباشه، وقتی که فضا به یه حالت باشه، خود چیز مسلم است. میمان نمیتونه که بیده جایی. تمام جاده ها را میکنه و یکی دو سرک جور میکنه و باقیش میمونه گله سرک به سرکایی که درست شده پس دوباره به او انتقال میکنه، همون سرک که جور آمست از بین میره. شهرداری کابل هم میپذیرد که شرکت قراردادی نتوانسته است که این جاده را تا زمان تعیین شده آن بسازد. هرچند این نهاد میگوید که جاده های اصلی این ساحه ساخته شدند و تلاش های وجود دارند که کار این پروژه زودتر به پایان برسد. از پیش لیسی زرغونه در داخل قلعه فتح الله که میرین، این سرک تا جایی که کنده شده بود این مکمل تکمیل شد. اما در سرک های فرعی کمپنی رسیدگی نتانست، یک مقدار کار باقی ماند که ما اینا را وظیفه دادیم با مساعدت هوا ساختن بدنی خاکی را ادامه بدن. اما نظارت در پروژه ها بسیار جدی هست و مراقبت کننده ها اکثرا اجازه نمیتن که در اونجا کار صورت بگیره، چرا باز کیفیت کار خراب میشه. در حال حاضر هم نگرانی های وجود دارند جاده هایی که بسیار بکندی ساخته می شوند کم کیفیت نباشند، زیرا گفته می شود این تجربه بارها در شهر کابل تکرار شده است. در سالهای اخیر مثل این جاده بسیاری از جاده های شهر کابل بازسازی و یا هم نوسازی شدند. اما آنچه که کارگیری از مواد کم کیفیت در ساخت این جاده ها گفته می شود سبب شدند که پس از گذشت زمان اندک بخش های از این جاده ها دوباره تخریب شوند و پول های مصرف شده هم در ساخت این جاده ها تلف. سید سیب مودودی، طلوع نیوز، کابل. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. ادامه خبرهاست طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز.
نیروهای دریای ایران امروز دو موشک ساحل به دریا و زمین به زمین را موفقانه آزمایش کردند. با گفته مقام های نظامی ایران، این موشک‌ها که نور و قادر نام دارند، در پنجمین روز تمرینات نیروهای دریایی این کشور آزمایش شدند. از سوی دیگر، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران تهدید حمله اسرائیل را بر ایران عاری از حقیقت می‌داند. نیروهای دریایی ایران روز نخست سال 2013 میلادی را با آزمایش موشک‌های کروز آغاز کردند. تمرینات نظامی ایران روز سه‌شنبه در نزدیک تنگه هرمز وارد پنجمین روز شدند و قرار است به روز چهارشنبه پایان یابند. اما پیش از پایان یافتن این تمرینات دریایی ولایت 91، مقام‌های بلندپایه نظامی ایران از آزمایش موشک‌های کروز و موشک‌های با برد 50 کیلومتر خبر می‌دهند. این مقام ها هدف این تمرینات دریایی و آزمایش این موشک ها را در نزدیک تنگه هرمز نشان دادن توانایی های دفاعی ایران می گویند. این یک گوشه از شأن ملت بود، یک گوشه از اقتدار ملت بود، یک گوشه از عزم و اراده ملت بود، یک گوشه از عزم و اراده نیروهای مسلح بود، یک گوشه از نشان دادن توان بود که در مقابل هر دشمنی ما ایستادگی خواهیم کرد و از هیچ تهدیدی هم هراس نداریم. در همین حال مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران از توانایی های دفاعی ایران سخن می گوید و می افزاید که اسرائیل توان حمله نظامی را بر این کشور ندارد. این گفته های مسعود جزائری در حال ابراز می شوند که ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل همواره از ادامه فعالیت های هسته ایران سخت انتقاد می کنند و نیز مقام های بلندپایه اسرائیل از حمله نظامی احتمالی بر تاسیسات هسته ایران سخن گفتند. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. هفت کارمند یک نهاد غیر دولتی در پاکستان کشته شدند. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند که این رویداد روز سه‌شنبه در منطقه صوابی ایالت خیبر پختونخوا هنگامی رخ داد که مردان مسلح ناشناس بر موتر کارمندان یک نهاد غیر دولتی حمله کردند. پنج تن از کشته شدگان زنان هستند. طرح جلوگیری از بروز تحولات بودجه‌ای که به پرتگاه مالی نامیده شده است از سوی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا تصویب گردید. بر بنیاد این طرح شماری از قوانین بودجه مربوط به مجوز کاهش مالیات بر درآمد و افزایش هزینه‌های دولتی فدرال تمدید می‌شود. این طرح باید به تایید مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهور آمریکا برسد تا جنبه اجرایی پیدا کند. یک لختی خون در مغز وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پیدا شد. پزشکان در یک بیمارستان شهر نیویورک پس از آزمایش‌های بهداشتی دریافتند که هیلری کلینتون از لخته شدن خون در یکی از رگ‌های مغزش رنج می‌برد. شمار زیادی از کشورهای جهان با مراسم ویژه سال نو میلادی را استقبال کردند. نخستین جشن سال نو میلادی در نیوزیلند آغاز شد و مردم این کشور با برپای جشن به استقبال سال 2013 رفتند. مراسم آغاز سال نو میلادی در شهرهای نیویورک، لندن، سیدنی و تورنتو نیز با حضور ده ها هزار تن برگزار گردید. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. همراهی من کنید. باز هم خوش آمدید به این هم چند خبر اقتصادی. ولی بغلان می گوید شرکت که کار ساخت جاده پل خمری دوشی را به دست گرفته است توان قیروزی این جاده را ندارد. باید با فرستادن نامه به وزارت فایده ما از این وزارت خواسته است که شرکت یاد شده را وادار سازد تا هرچی زودتر کار ساخت این جاده را آغاز کند. اما وزارت فایده ما می گوید که کار ساخت جاده پل خمری دوشی به علت مساعد نبودن هوا آغاز نشده است. شهلا مرتضی گزارش می‌دهد. در حدود دو ماه پیش وزارت فواید عامه قرارداد ساخت جاده پل خمری دوشی را با شرکت‌هایی که قبلا کار ساخت این جاده را گرفته بودند اما آن را نساختند فسخ کرد و کار ساخت این جاده را به یک شرکت داخلی سپرد و هشدار داد که این شرکت باید در زمان معین جاده را بسازد. اما اکنون مقام‌های ولایت بغلان با فرستادن نامه به وزارت فواید عامه میگویند که شرکت قرارداد کننده هنوز کارش را برای ساخت این جاده آغاز نکرده است و گمان می‌رود که توانمندی ساخت این جاده را نداشته باشد. در همین حال وزارت فواید عامه میگوید که به علت سردی هوا کار ساخت جاده پل خمری دوشی به تأخیر افتاده است.
ارتباط میگیره با اوضاع جوی. وقتی که یک کم هوا خوبتر شوه 100% شرکت در این قسمت کار خود حتما آغاز میکنه. از طرف وزارت فایدمان فشار بسیار قوی در این قسمت هست و چندین بار برای شرکت هم امرایش خواسته شده، صحبت صورت گرفته که هرچه عاجل در این قسمت کار باید شروع کند. کار ساخت جاده پل خمری دوشی در سال 1388 به یک شرکت تاجیکی سپرده شد، اما این شرکت نتوانست تعهداتش را عملی سازد و وزارت فواید عامه در ماه میزان امسال قراردادش با این شرکت را فسخ کرد. صادرات میوه‌های خشک نسبت به پارسال در حدود 200 تن کاهش یافته است. اداره انکشاف صادرات کشمش، میوه‌جات و سبزیجات با ابراز نگرانی از کاهش صادرات میوه‌های خشک می‌گوید که اختیاری اجباری نبودن سند کیفیت برای صادرات میوه‌های خشک سبب کاهش صادرات شده است. به گفته این اداره، شمار از صادرکنندگان از اختیاری بودن عضویت در اتحادیه صادرات سوء استفاده می‌کنند. اداره انکشاف صادرات کشمش، میوه‌جات و سبزیجات می‌گوید که میوه خشک افغانستان به 43 کشور در اروپا، آمریکا و آسیا صادر می‌شوند، اما امسال صادرات میوه خشک نسبت به سال‌های پیشتر کاهش داشته است، زیرا که عضویت صادرکنندگان در اتحادیه صادرات اختیاری است و برخی‌ها بدون سند کیفیت میوه خشک صادر می‌کنند. در بخش میوه خشک نگرانی را که وجود داره متاسفانه با توجه با فیصله کمیته محترم اقتصادی شورای وزیران که در او عضویت در اتحادیه ها اختیاری گفته، نه اخذ نکردن سرتیفیکت کوالیتی کنترل صادراتی میوه‌جات افغانستان، این تاثیر خاصی خود گذاشته و به جای میوه‌جات ارگانیک و طبیعی افغانستان میوه‌جات بی‌کیفیت افغانی و میوه‌جات خارجی صادر میشه. رئیس اداره انکشاف صادرات کشمش، میوه‌جات و سبزیجات میگوید که نهادهای مربوط به ویژه گمرک‌ها و اتاق تجارت و صنایع کسانی را که عضو اتحادیه صادرات نیستند و سند کیفیت برای صادرات میوه‌هایشان نمی‌گیرند، به گرفتن سند کیفیت مجبورشان بسازند تا اعتبار صادرات میوه‌های خشک صدمه نبیند. اداره انکشاف صادرات کشمش، میوه‌جات و سبزیجات می‌گوید که با این همه امسال صادرات کشمش نسبت به 9 ماه پارسال در حدود 1700 تن افزایش داشته و صادرات میوه‌های تازه نیز قناعت بخش بوده است. و این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 52 افغانی و 20 پول، یک یورو 68 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 14 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 960 افغانی، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 532 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتون میکند. سلام دوستان، به شن رویداد ورزشی خوش آمدید. رقابت‌های قهرمانی تکواندو دختران در فرماندهی پلیس ولایت بامیان آغاز شدند. هدف از برگزاری رقابت‌ها ایجاد روابط دوستانه میان نیروهای پلیس و مردم گفته شده است. این رقابت‌ها با حضور 30 مبارز در تالار ورزشی فرماندهی پلیس بامیان برگزار شدند و دو روز ادامه خواهند داشت. این رقابت‌ها از سوی اتحادیه ملی ورزشکاران برگزار شدند. 12مین در رقابت‌های قهرمانی والیبال امروز در حوزه 202 شمشاد آغاز شد. در این رقابت‌ها 9 تیم از مکتب‌های مرزی، اردوی ملی، وزارت امور داخله و باشگاه‌های آزاد شرکت کردند. این رقابت‌ها از سوی اتحادیه ملی ورزشکاران در تالار ورزشی حوزه 202 شمشاد برگزار شدند و 6 روز ادامه خواهند داشت. این رقابت‌ها در این مراسم ویژه در تالار ورزش حوزه 202 شمشاد آغاز شد. خوشبختانه اردو و پلیس ملی ما از توانایی‌ها و وضعیت بهتر برخوردار است. از تمام جوانان و ورزشکارا آرزو داریم که پلیس ملی خود کمک بکنند. دی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی از جمع اینمی ملکی‌ها، اینمی ملت ساخته شده. ورزشکاران میگویند که برگزاری این رقابت‌ها در افزایش توانایی‌های فنیشان مؤثر است. تورنمنت‌هایی که دایر میشه با تمام بازیکنان تیم‌های ملی و جوانان بسیار مفید و ارزنده. والیبالش ارگان پلیس بهتر شده نسبت به سابق. در نخستین روز این رقابت‌ها تیم والیبال اردوی ملی در برابر حوزه 202 شمشاد قرار گرفت و سرانجام این دیدار 3-1 به سود تیم حوزه 202 شمشاد پایان یافت.
در ادامه رقابت‌های فوتبال قهرمانی ولایت خوست، تیم باشگاه المری 1-0 تیم فوتبال میدان هوایی را شکست داد. در این رقابت‌ها 10 تیم شرکت کردند. مسئولان برگزار رقابت‌ها میگویند که تاکنون تیم‌های فوتبال مجاهد و باشگاه شاهین با داشتن بیشتر امتیاز جواز حضور به مرحله نیمه‌نهایی را به دست آوردند. در هفته دوم رقابت‌های قهرمانی فوتبال ولایت کندهار، تیم‌های بغلان و هلمند در برابر یکدیگر متوقف شدند. بازی این دو تیم که در ورزشگاه همشایی شهر کندهار برگزار شد، سرانجام به برابری 1-1 پایان یافت. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می‌کند. فردا کابل آسمان نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 13. مزار شریف آسمان نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 5. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 2. و هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 7. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.